بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون یک، خوشحالم که پس از گذشت سالها دوستی رو میبینم در کنار خودم که سالها آرزوی دیدن رویش رو داشتم، آرزوی شنیدن سازش رو داشتم. در کنار من آقای امیر ناصر نبی‌زاده نشستند که در سالهای 1340 تا 1342 ایشون در ارکستر جوانان رادیو به نوازندگی مشغول بودند. ایشون در سفری که به آمریکا داشتند توقف کوتاهی هم در برلین داشتند و من خوشحالم که با ایشون گفتگوی کوتاهی انجام میدم. خیلی خوش آمدین آقای نبی‌زاده. خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم که در برلین هستند و چون من خودم عاشق ایران هستم میدونم که تمام این هموطنان منم عاشق ایران هستند و عاشق موسیقی ایرانی هستند. برای افتخاری بود که من خدمت شما برسم و سعادتی بود که برای هموطنان عزیزم با ساز و ناقا برم لحظه‌ای سرشون گرم کنم. خواهش میکنم. به هر حال افتخاری است که به من داده شده و یه موفقیتی بود که در این رویداد نصیب من شده. خواهش میکنم. آقای نبی‌زاده، من به خاطر میارم اون سالها شما در ارکستر جوانان رادیو نوازندگی میکردید. بعد از مدتی شما این کار رو، یعنی در حقیقت میخوام بگم که در رادیو ادامه ندادید. ممکنه بگید علتش چی بود و چرا؟ به صدارتون برسونم که من، شما فرمودید دو سال، من در حدود 4 سال یا 5 سال با ارکستر جوانان رادیو ایران و بعضی موسیقی ارکسترهای ایرانی همکاری میکردم. بعد از سال 1342 به بعد، آیا به طور کلی شما فعالیت هنریتون رو کنار گذاشتید، ویالون نزدید یا اینکه در رادیو و قسمت‌های جایی که باید بیرون ساز می‌زدید ساز نزدید، بلکه برای خودتون تمرین کردید؟ بله، عرض برسونم موسیقی چیزیه که انسان واقعا که علاقه بهش داره همیشه گاه و بیگاه باید باهاش معاشقه کنه. بله، معاشقه کنه با موسیقی. من اینجور به اصطلاح اینجور تصور می‌کنم. این که با موسیقی رو به طور کلی شروع کردم، گاه بیگاه که در مواقعی که فرصت داشتم، گاهی که وقت داشتم و اینا، تمرین میکردم، ساز میزدم. بله. و به سازم ادامه دادم. شما الان در برلین تشریف دارید، از اینجا تشریف دارید به آمریکا، برای چه مقصدی؟ برای دیدن بچه‌هام، برای اینکه من چند سال بچه رو ندیدم. بله. اونا رو به اونا یه ویزیتی با اونا بکنم، ملاقاتی بکنم، اونا رو ببینم، از حالشون جویا بشم. بله. خب امیدوارم که این سفر خوبی برای شما باشه، بهتون خوش بگذره، دیدارها تازه بشن. سلام ما رو هم به فرزندان خودتون برسونید. خیلی خوشحال که اگر محبت کنید قطعه‌ای با ساز بسیار خوب خودتون برای بینندگان عزیز ما اجرا کنید. باشه، افتخار منه. خب.